این روش ببین کلمه های که ما استفاده میکنیم معنیاش یه کسی میتونه بگه شکایت داریم میکنیم ما شکایت داریم یه کسی میگه قر میذاری اینا معنی شکیه ها ولی کلمه که استفاده میکنی بر اساس اینه که میخوای چه احساسی به بیننده هات بدی خب این وقتی میگه قر نزن خب یعنی معنی چیه یعنی شکایت نمیتونیم بکنیم مردم شکایت نمیتونیم بکنیم خب فرق قر زدن با شکایت کردن چیه یعنی ببینید اینا بحثای منطقی نیست اینا بحثای احساسیه یعنی هیچ ربطی با این نداره ببینید ما یه نگاه بکنیم البته بیننده ها الان به ما میخوان بگن که کدوم کشور رو ما استفاده کنیم خب اگه شما میگین کشور خوبی رو انتخاب نکردیم برای چیز برای مقایسه به ما بگین خب این جی دی پی پر کپیتا کشورهای مختلف الان داریم اینجا نگاه میکنیم خب البته هر کسی قبول نداره حتما کسایی مثلا میدونه میگه نه اینا آمار... به این خیلی جالبه ها کسایی که مثلا طرفدار جمهوری اسلامی هستن هر آماری رو که میبینن که دوست ندارن میگن اینا آمار صهیونیست است کسایی هم که متاسفانه کسایی هم که طرف ما هستن کسایی که مثلا براندازی اینا میخوان هر آماری رو میبینن که دوست ندارن میگن که آها نه جمهوری اسلامی آمار دروغ داده اینا آمارشون از جمهوری اسلامی گرفتن یعنی همون روش رو استفاده میکنن همون روشی رو استفاده میکنن که این خیلی از این مذهبیا برای کلی مده هر چی رو میگن سهیونیست ها بودن خب این این آمار قابل چیزه مال بورد بنک قابل اعتماده دقیق دقیق هم هیچ وقت هیچ چیزی نیست ولی اینا قابل اعتمادترین ترین عدداست. خب شما اگه نگاه کنید البته نظام کنی... تا 2019 این هم آمارش خب نه البته 2060 رو نگاه کنیم ببینیم ما الان سیاه نمایی نمیخواهم بکنیم همه کشور رو بردیم که از ایران خیلی بهتر رشد کرده همه یه کشور نگاه کردیم که بنزیرا روش نکرده خب یعنی اگه نگاه کنیم خوب... بچه‌ها تو خیلی تو گوشی موبایل ببینن کوچیک باشه اون انتها نوشته پایین که این آمار بین 1960 تا 2019 هستش بدونن آخو. که از کجا شروع میشه بفرم البته این خیلی فرق دا. با اینکه ببین بمی... به هم نزدیک می شبیه. خب نگاه کنین الان ما ترکیه ایران و پاکستان الان نگاه میکنیم خب میخوام خب نگاه کنیم از سال 1960 به نظر میرسه که خیلی نزدیک هم هستن ولی نزدیک هم نیستن برای اینکه چون خیلی کم بوده جی دی پی پر خیلی کم بوده اون زمان خیلی نزدیک هم شبیه هم بذاریم بینیم سال 1970 نگاه کنیم اوف اوف هنوز هم خیلی فرق کاش کاشی هزار زوم میتونستیم بکنیم خب حالا نگاه هم کنیم ببینیم ت... 1960... 1960... 1961 رو نگاه کنیم پاکستان جی دی پی پر کپیتاش 80 هشتا... بگیم 90 دلار 89 دلار 90 دلار برزای هر شخص تو پاکستان بود بعد بریم نگاه کنیم ای اه... چقدر نزدیکه نمیشه اصلا اه... ترکیه 283 بود ایران هم یه یک ب... بین این دوتا بود الان نمیدونم چون نمیشه اه... نمیشه 196 خب اه... الان اگه نگاه کنیم ترکیه رسیده برزه هر کسی توی ترکیه شده 9000 دلار حدودا سال 2019 2019 ایران 2000 خب ما 2018 نگاه کنیم چون ایران 2018 رو 19 رو نداره اینجا 9400 برای ترکیه 5500 برای ایران و پاکستان همون 1200 مون خیلی پایین مون خیلی رشد نکرد البته اینا رو چون که از شروعشون خیلی بنزه هم نبود نمیشه دید دقیقا اگه یه کشوری کسی مثال داره که مثلا میخوایم مقایسه بکنیم با, با ایران بگین که ما الان به این نمودار اضافه کنیم مثلا اگه ترک الان, الان کره رو ما نمیتونیم بیاریم کره جنوبیو چرا من بذار پاکستان رو بردارم ترکیه رو بردارم صف کوری ببینین این به جای اینکه مثلا اینستاگرام و البته اینم البته من اینو نشون میدم که به شما نشون میدم که معیارها رو میتونید چه مقایسه کنین که صف کو بعد بهتون میتونم نشون بدم که به جای اینکه معیار نگاه کنین حرف کسای دیگه رو آه اسم کشور نه این که این نورث کوریاس فکر کنم این ساف کوریاس اسمش رپابلیک آره, این دیگه آه. اصلا بهترین آمار ممکنه نگاه کن ها درست راست میگی ها آره راست میگی ها ببین کره جنوبی این آره این خیلی مثال خوبی بود 158 بوده او ایران, اصلا, بوده. ایران اصلا بالاتر بوده بالاتر هم بوده دقیقا دقیقا ایران 1960 1960 ایران از کره جنوبی جی دی پی پر بالاتر از کره جنوبی بوده خب این مثال خیلی خوبیه تقریبا چند واحد چهل واحد تقریبا چهل دلار چهل دلار یعنی ببینیم ب... جوری که باید این عدد ببینیم یعنی که سال 1960 هر شخص در سال توی کره جن... توی کره جنوبی چهل دلار از هر شخص توی ایران کمتر میگرفت پول میگرفت خب یعنی پولی که هر کس ب... تولید به ازای هر شخص توی کره جنوبی و هم میتونیم تولید بگیم هم میتونیم بگیم که پول درآمد برای اینکه درآمد و تولید تقریبا یک به طور غیر مستقیم یه چیزه خب و برای همین تو اون زمان ایران از کره جنوبی جلوتر بود میریم سال 2000 18 رو نگاه کنیم نه،, نه اگه, میشه اگه میشه بیا بین 1985 تا 1990 اونجا که اون خط اونجا یه بلوشی که میخوره ایران صعودی که میکنه اینجا آره ها یعنی همینجوری هم که داشتیم میرفتیم تا سال 1986 ایران از کره جنوبی جلوتر بوده تا تا 1986 همینجوری جلوتر مونده از 1960 تا 1986 از کره جنوبی بالاتر مونده خب یعنی همون زمان که شاید جنگ ایران عراق بود ایران همچنان بالاتر از کره جنوبی بود دقیقا ولی نگاه کنید ج... چه نجومی اینجا الان کره جنوبی رفت بالا ایران رفت پایین و پایینم موند تا میریم به حال الان نگاه میکنیم 2018 ایران تازه رسیده به 5500 و 2018 کره جنوبی رسید به 33400 به ازای هر شخص خب یعنی ببینید شما مقایسه اگه بخوا... اگه بخواید مقایسه بکنین الان یه کسی مثلا ممکنه به امید دانا بیا... بخواد بیاد نگاه کنه که وضعیت زندگی مردم ایران چجوریه میاد نگاه میکنه 5500 و مقایسه میکنه به 2018 با مثلا با 1979 که انقلاب ایران بود که میگه نگاه کنین اصلا پن... مثلا 4 برابر شده خب پس ولی مقایسه درست نیست اینکه اینجا اگه مثلا درست که چهار برابر شده ولی میتونست این باشه اگه با مدیریت درست خب با مدیریت خوب با یه دولت درست حسابی ما انقدر از دست دادیم اینجوری نیست که ما چهار هزار تا به دست آوردیم او خب چهار هزار تایی که به دست آوردیم او همه دنیا به طور میانگی میتونست به دست بیاره همه این اصلا جهان رو داره ما میتونیم جهان رو بزنیم و جهان آها ببین اصلا جهان رو نگاه کن بیا ما کره جنوبی هم برمیداریم چه عالی خب جهان این چارز آها ببین جهان هم خیلی بیشتر رفته بالا تا ایران هزار فرق بین جهان و ایران خیلی بیشتر شده تا موقعی که قبلا بوده یعنی اختلاف قبلا از دیویست به چارشت بگیم که مثلا 1260 بوده خب اختلاف ولی الان اختلاف شده بالای 6000 تا 5000 تا حالا آره بالای 5000 تا خب یعنی از جهان عقب افتادیم یعنی شما نمیتونید اگه بخوایم مقایسه درست حساب بکنیم نمی‌تونید الان ایران رو با الان مثلا 1979 مقایسه کنید و ببینید دنیا چقدر رفته جلو ایران عقب رفت چقدر رفته جلو و تنوجیری که می‌تونه ما از جهان عقب بیافتیم اینه که برای اینکه این مدیریت کارآمدی داشته باشیم مدیریت بدی داشته باشیم ببینیم بر برای اینکه خیلی از پیشرفتهایی که یه کشور میکنه به خاطر اینکه خب تکنولوژی همه جهان رفته بالا خب ما کامپیوتر داریم اینترنت داریم دسترسی به اطلاعات بیشتری داریم خب این رشد رشد همه جا اتفاق پیدا میکنه ولی بعضی کشور از کشورها از رشد جهان عقب میفتن بعضی از کشورها عقب نمیفتن خب حالا قاسم میگفت معیار خوشبختی نیست درسته ما اگه بیایم نگاه کنیم هپینس uh, index همه جهان رو نگاه کنیم خب مثلا این رپورت شما میتونید به این رپورت نگاه کنیم خب این ب... این الان یکی از معتبرترین معیاراست اگه شما میخواید میتونید خودتون برین تحقیق بکنید که این قابل قبول هست یا نه خب ما الان اگه اینجا بگردیم دنبال ایران خب شما نگاه کنید هپینس index ایران رنکینگ of هپینس بین 2017 تا 2019 ایران را اگه بخوایم نگاه کنیم از بین صد و پ... 149 کشور ایران رتبه 118 رو میگیره. از بین س... یعنی ما خ... خیلی نه،, صد... صد نه 153 کشور ببخشید یعنی از این همه کشور کشورهای پایین ما چی ن... هستن؟ میتونم یه دقیقه کشورای <applause> باست... چند تا از این ام... کشورهای اروپایی و که مثال زده تو اون قرار میگیره درسته من زوم بکنم چون داشت ایران, ایران عملا مقایسه میکرد با ک... با کانادا، آمریکا، اروپا، اروپای شرقی چند تا از ایناتشون اونا... هستن اونا... اون همه اون کشوری که میگه خیلی اونایی که داریم ببین درسته ما با اینستاگرام و فیلم و روی این چیزا نمیشه اینا اینا نیستن که ما ما میتونیم هر کشوری شما باشه شما میتونین برین بدبختین آدم کشورشون رو برین پیدا بکنین فیلم بگیرین بذارین رو اینترنت خب اینکه اونا معیار نیستن قبول قبول اونا میار نیستن خب ما اونو دلیل نمیگیم که ایران الان وضعش بده ما از این باید ای همچی رو بیان نگاه کنیم که ببینید ببینید معیار جی دی پی پر کپیتال نگاه کنین که معلشون دادم اونم روش خوبی نیست برای اینکه بررسی اطلاعات رو باید بذاریم به متخصصین برای همین باید بیاین نتیجه بررسی ها رو بخونیم که یه همچین استادی مثل دقیقا دقیقاً داره آره، جالب دقیقاً نگاه میکردم اینجا دقیقاً داشت آمار آفتابو میگفت چون آفتاب داریم خوشبختین و اینا دقیقاً 5 تا 6 کشور اولی که اصلا مال اسکاندیناوی آفتاب ندارن آره ببین خیلی جالبه بابک جان چون آفتاب رو, رو روی تاثیر داره یعنی معنیش اینه که این دولت‌ها از لازم مدیریت انقدر خوب بودن که تاثیر آ یعنی انقدر ببین تونستن هم کپیتالیسم هم سر... هم بهترین چیزای سیستم سرمایه‌داری رو استفاده بکنن هم بیان یه سوشال سیفتی نت درست بکنن که از چیزایی که یاد گرفتیم که سیستم سرمایه‌داری خوب نمیتونه برای جامعه رو خ... آ... به دست بیاره یه سری تضمینایی به مردم بدیم که از لحاظ مثلا پزشکی از لحاظ فرق عقب نیافتن از بقیه جامعه یعنی اینا کشورهایی که یه میکس خیلی خوبی هم هم سرمایه سیستمای سرمایه‌داری هم از سیستمای که هم سوسیالیستی یه میکس خیلی خوبی انتخاب کنن و این این کشور رو واقعا تونستن درستی که مثلا خ... پول پولدارترین مردم دنیا رو خیلیشون ندارن ولی خوشحال ترین مردم دنیا رو دارن خب یعنی واقعا با اینکه آفتابشون کمه مدیریت خوب تونسته از بقیه دنیا جلوترشون بندازه از آمریکا هم حتی خیلی بهتر جلوتر. از آمریکا 13 خب کانادا 11 ببین کشوری که این میگه ها اینا های رتباهی... حالا زیر ده ها ندارن ولی خب نزدیکن اون بالا هستن اما ده, کشوره... ده اول جز یه دونه همش اروپایی هستن به غیر از نیوزلند آره همش آره. کشورهای اروپایی هن. همشون هم تو شمال اروپا درسته درسته مثل و دقیقا ببین یعنی مدیریت انقدر یه مدیریت خوب میتونه انقدر خیلی جالبم هست برای اینکه همه این کشورهایی که این بالا هستن همشون تقریبا یک مدل یه سیستمای مدیریت کشورش یک ساختار حکومتی و چیز داره دقیقا شبیه همه تقریبا یعنی این اگر... نشون میده. یعنی من سعی بگم این نشون میده که چقدر یک دولت خوب میتونه تاثیر داشته باشه روی خوشحالی مردمش که یعنی هم ببین از لاز یعنی همه چی یک همه همه چیزای دیگه به ضررت باشه ببین اینا نه خیلیشون عربستان نروی نفت داره ولی خیلیشون نه نفت دارن نه آفتاب دارن ولی تاثیر مدیریت خوبو اینجا میبینی بگو بابک باش یعنی یه ساختار درست و حکومتی واقعا تاثیرگذاره حالا این کشورهای آفتابخیز پایین ایران و دقیقا از رتبه 140 فکر کنم رتبه 114 ها پایین مثلا زیره... 18 دقیقا نگاه کن دقیقا هم حکومت ها ساختار هاشون مثل همه نگاه کن هلا آره. موزامبی، ایران... کنیا، نامبیا حالا اوکراین میخواب قد ماجراش میخواد اونم بی فرق زیاد نداره باشید فلسطین، یوگندا، اینا خیلی هاش هم کشورهای آفریقایی هستند که و مسلمان و مسلمان، مصر اینجا هم، مصر از ایران بدبختره از لحاظ خوشحالی پایین تره بدترین کشورم افغانستانه ام... آره. رو اینا خیلی یه کشوری یا آفریقایی یا مسلمان هم ولی بدتر خب بدترین نمونه, نمونه که هم آفریقایی باشه هم مسلمان آره متاسفانه متاسفانه دقیقا آره ایران واقعا نزدیک آخریاست خب یعنی ما از لازه اینستاگرام و از لازه ویدیو و اینا نمیگیم ما از لازه آمار داریم میگیم خب البته خب من میدونم کسایی که این آمار دوست ندارن همش میان میگن که آها نه اینا صحیح نیستن فلان چرت و پرت اینجوری حرف میزنن اه... البته من یه چیز دیگه میخواستم نشون بدم آها اه... این خیلی چیز میخواستم میگم جالب ولی بله خب نه بگم جالب اه... نه تنها ایران آخره بدتر هم داره میشه شما اگه نگاه کنین تغییرات رو نگاه بکنید از تو همون زمان بین 2017 تا 2019 اگه بکنین، ایران رو نگاه بکنید ایران به تاثیر داره بد، بدتر میشه یعنی تاثیرش منفی بوده منفی 6 درصد 6 منفی 6 یعنی مردم از از معیار خوشحالی 2012 پا... قیمت پایین‌تر شد اومده پایین‌تر اومده پایین‌تر سقوط هر... داشته البته ب... بدترین پا... یعنی سقوط نزولی بعضی از جاهای دیگه هم بدتره مثلا ونزوئلا و افغانستان پایینتره ولی منظورم اینه که ایران نه تنها بده داره بدتر هم میشه خب حالا بعضی دارن سریعتر بدتر میشن ولی خب ایران هم با سرعت کمتری داره بدتر میشه آره. داره با سرعت کمتری داره بدتر میشه ولی داره بدتر میشه